با سلام و تشکر از آقای بیادی و حق شناس، همونطور که حالا قبلا خدمتون عرض کردم، این موضوع در مورد حالا به بهانه تصمیم برای حالا بگیم اگر مردانه یا زنانه کردن پارک ها یا حصار کشی تو بعضی پارک ها به بهانه حالا ایجاد پارک در واقع مادر و کودک هستش. حالا با توجه به اینکه خب تو شهر تهران پارک های مخصوص حالا خانم ها داشتیم، ببینیم که این مسئله حالا چقدر مفید میتونه باشه. گفته شده مسئله برای امنیت خود زنان هستش، مسئله برای اینکه راحت تفریح کنن، اما منتقدان میگن که این بحث، این تصمیم موجب در واقع تفکیک، حالا تفکیک هستش، خانواده ها رو از هم جدا میکنه. و خب اصلا اگر امنیت هستش، آیا تا الان اگر خانم ها تو پارک ها بودن امنیت نداشتن و تنها راه تامین امنیت این تصمیم هستش؟ ما موضوع بحثمون رو از همین مسئله آغاز میکنیم که فکر میکنید که چقدر این تصمیم مفید هستش و اصلا این تصمیم به افزایش امنیت کمک میکنه، و تا سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم. آقای بیادی، آقای حق شناس، بزرگوار، بفرمایید در خدمتتون. خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نحوه که هر پارکی رو یه بخشش رو خانوما بزنن یه بخشش رو آقایون، من کار قشنگی نمیبینم. یعنی این که پارک عمومیه و مردم خانوادگی میان، تنهایی میان، میخوان از پارک استفاده بکنن، به نظرم محدودیت ایجاد کردن کار خوبی نیست. اما اگر یک پارکی به نام اختصاصی بانوان باشه، خب چه اشکال داره؟ اختصاصی خانوم هاست، میرن اونجا. بالاخره حجاب توی کشور ما یک مسئله اجتماعیه که باید رعایت بشه. خب وقتی ما پارک مخصوص بانوان ایجاد میکنیم، اونجا دیگه حجاب مطرح نیست. خانوما میتونن حجابشون بردارن، راحت باشن، ورزش کنن، تفریح بکنن، حتی با خانواده‌هاشون میتونن حضور پیدا بکنن. اگرچه شنیدم مثلا ما قرار بوده که یک هفتهش با خانواده برن و آقایونشون برن این آزاد باشه، اونو حذف کردن. این کار خوبی نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. با همین رویکرد ما شاهد هستیم که مثلا در یک مقطعی پارک ها همه حصار داشت. این خیلی دور نیست، شاید شما حالا بلاد جوانی برای سنتون نخوره، ولی زمانی که در واقع من یادم میاد آقای کرباسی اومده بود، یکی از اقدامات بسیار سال 68 بله ارزشمندی که تو تهران شکل گرفت و تازگی هم داشت حتی برای شهروندان و حتی مدیریت عالی، این بود که تمام بوستان‌های شهر دیوارهای در واقع خیلی قطور بله و یا نرده های بسیار دسترس ناپذیر مثل پادگان، پارک ها پادگان بود عملا، در داشت، نگهبان داشت. خب میخواستن از چی مثلا نگهداری کنن؟ درخت و نمیدونم سرسره و چهار تا مثلا فواره، خب یعنی چی؟ در حالی که به نظر میرسید خب اصلا بوستان ها علالقاده یک فضای اصلی شهری هستن. شاید اگه من بخوام یک نمونه‌ای که برای نسل امروز بخواد به خاطرش بیاد، پارک شهره که از زمان در واقع پهلوی اول این به عنوان اولین پارک تهران ساخته میشه، اونو حفظ کردن به خاطر بافتش و در واقع میراث فرهنگی بله. اجازه نده و به نظرم کار درستی هم بود، میله هاش چیزه جزء بله. میراث فرهنگی که حفظ بشه. این سنگاش روند و این موقعیت برای همه پارک تهران وجود داشت که خوشبختانه این حصار برداشته شد. چرا؟ برای اینکه دیگه ساعات استفاده از پارک رو ما منحصر نکنیم مثلا از ساعت 6 صبح تا ساعت 8 شب، شب که شد ببندنش، نه. یه کسی به هر حال در واقع مثلا روزکار نمیتونه، میخواد شب بره قدم بزنه، خب بره پارک متعلق به هم هست. یه کسی به هر حال وارد تهران میشه، ساعت حضورش تو تهران خیلی نیست، میخواد از وقت استفاده کنه، خب اون ساعت بره مثلا از فضای پارک استفاده کنه و مواردی از این دست. ما وقتی که حتی میخوایم محدودیت رو در محصور نکنیم به روز و حتی میگیم آه شبها هم پارک استفاده بشه برای که بتونن
تعداد بیشتری از مردمان به خصوص در شهری که شهر زنده است، شهر حیات داره، استفاده بکنه. خب وقت ما اینجا بیایم بگیم خیلی خب این بستانی که متعلق به همه است، اینو یه دفعه محدودش کنیم برای مثلا یه وسطش هم یک دیواری بکشیم، بگیم متعلق به خانم هاست، آقایون مثلا حق بهره برداری ندارن و عملا ما بخش عمده از حوزه فعال جامعه رو محروم بکنیم از در حقوق خودش، در حالی که هیچ مستندی نداریم. من اعتقاد دارم یه سری مسائل سیاسیه، اعتقادم اینا. الان شما بغل این پارک ها چیزای دیگه هم هست بچینید، ببینید یک پازلیه که از خارج از کشور داره هدایت میشه، یه پازل هم تود میچینن که اینا هم تقریبا هماهنگ با هم اونا هم میشن. یعنی پازل نتیجهش نافرمانی و اعتراض مردمه، یعنی توش به غیر از این چیزی در نمیاد. یعنی یه پازلیه داره پیگیری میشه که مردم صداشون در بیاد. ما باید از این پرهیز کنیم. تو زمانی که الان ما از لحاظ سیاسی و موقعیت جهانی قرار داریم، ما باید احترام مردم بیش از این حفظ بکنیم و کمتر صدای مردم رو در بیاریم. و تو میتونیم باید رضایت مردم رو جلب بکنیم. و شما نگاه کنید خود آقا، بسیاری از مسئولین نظام واقعا دنبال جلب رضایت مردمن، آسایش مردمن. یعنی چیزایی که گفته میشه ولی متأسفانه این عمل نمیکنه. حالا از هر دو مدل های سوالی بپرسم، این نکته که خودتون هم اشاره کردین، آیا بیادی اشاره کردن در مورد اینکه در گفت استفاده حالا خارجی میشه و اینکه از بیرونه. خب ما میدونیم که الان چند ماهی هستش که توی افغانستان طالبان حاکم شده و یه قوانین در مورد پارک‌ها به گوش همه رسید که مطرح کردن که در آن بیان مردم. این در واقع همزمانی ها جالبه توی ایران اتفاق میفته، مثلا اونجا این بحث مطرح میشه. پازل دیگه. خب خب به همین دلیل اینجاست که ما این از طرف مردم نمیشنویم، از طرف رسانه خارجی، ما از طرف مسئولان، نمایندگان شوراها، آدمایی که توی مملکت دارن کار اجرایی میکنن اینا رو میگن و در همزمان میگن. خب معلومه که یک پاسورد خیلی منفی داره بین جالب اینه خانواده خودشون مخالفن. و همین مثلا این علت اینجاست که چه دلیلی داره مثلا که همچین چیزی شما میگید پازله، یعنی همدستی داخلی به نظام همدستی داخلی داره. مگه آقا میفهمن نفوذی، نفوذی کیه؟ مگه شاه خودم داره نفوذی؟ نفوذی نیاز نیست که وابسته باشه، با عملیات خودش وابستگی رو ایجاد می‌کنه، با تفکر خودش وابستگی رو ایجاد می‌کنه. جانم اینکه میگم آب به آسیای دشمن دیگه همین اسمش دیگه. نکته خوبی رو به نظرم اشاره کردن. ما این رویکرد رو میبینیم که ما در دنیا امروز به هر حال یک سازمان داریم به نام سازمان ارزم بود کشورهای اسلامی. خب این سازمان امروزه بیش از 54-55 تا کشور جهان عضو این در واقع سازمان هستن به صفت اسلامی. این رفتار و رویکردی که ما در واقع میبینیم، فقط ما تنها نقطه مشابهش رو میبینیم که در افغانستان در زمان طالبان هست که در واقع نمونه داره و اتفاق میفته. این پرسش اصلا دوستان از خودشون کردن که چه اصراری دارید که شما این پیام رو به جهان مخابره کنید، به دنیا مخابره کنید، به جوان ها مخابره کنید که فقط این ما و افغانستان در واقع با خانش طالبان هست که داریم چنین روی کردی رو نسبت به در واقع جامعه داریم از خودمون نشون میدیم. آخه این در شأن مثلا ایرانیست با یک فرهنگ چند هزار ساله، در شأن مثلا ایرانیست که عرضم بزرگتون دخترانش و زنان این جامعه امروز دانشگاه را اگه نگاه کنیم بیش از 60% کسانی که در واقع عرصه دانشگاه ورود پیدا میکنن و به پایان میرسونن در واقع دختران این جامعه هستن، زنان این جامعه هستن. در شأن یک ایرانی است که مثلا مریم ارزان بزرگتون میرزاپور رو، ارزان بزرگتون میرزایی رو مثلا به جهان معرفی کرده به عنوان بزرگترین و شاخصترین زن ریاضیدان مثلا جهان. آخه با چه روی کردی ما چنین در واقع تیشه رو برداشتیم به ریشه میزنیم؟ این به نظر من خودش یک محل بحث و محل گفتگوست. و اینکه چرا مثلا ما نماد دیگه ای نداریم؟ آیا مثلا
پاکستان اسلامی نیست، آیا استانبول اسلامی نیست، آیا نمیدونم مالزی اسلامی نیست، اندونزی مثلا اسلامی نیست، فقط مثلا ما باید در واقع قندهار رو مثلا شاخص بگیریم و خودمون رو با ساعت قندهار تنظیم بکنیم. عضو محترم شورای شهر تهران، پاسخی برای این داری؟ که مثلا میگم برای تأمین امنیت بانوان ما میخوایم کار بکنیم. این جمله‌ای که در واقع نتیجه شما میتونید از بقول نتیجه منطقی این جمله اینه که یعنی شهر برای بانوان امن نیست. یعنی این پیام که داره میده، بله پیامش این میده که ما الان در تهران شاید بیش از مثلا 300 تا مثلا بوستان داریم، یا بیشتر ببخشید نزدیک 1000 تا بوستان داریم. خب این بوستان ها همه در واقع داره کارش رو داره انجام میده و داره کارش رو درست انجام میده. این داره این پیام رو منتقل میکنه که آقا پارکامون امنیت نداره، پارک ها امنیت نداره. ما برای اینکه توسط کی امنیت نداره و کی امنیت نداره، یک بانوان امنیت ندارن، دو آقایون هم که متعرض امنیت خانم ها میشن. یعنی عملا شما 50% جامعه رو مشمول در واقع ناامنی میدونید که بهشون داره ناامنی در معرض ناامنی هست، 50% جامعه هم در مشمول در واقع ایجاد ناامنی داری تعریف میکنید. آخه این با چه تعریفیه؟ من اولین بار من تو دانشگاه تهران دانشجو بودم، سال عرضم بزرگتون یادم میاد 58، ما بعد از انقلاب اولین دوره ورودی دانشگاه بودیم، دانشگاه تهران. خب دو ترم در واقع فعال شد که خود به انقلاب فرهنگی. این داستان در واقع قبل از قصه انقلاب فرهنگیه. من یادم میاد که روزهای دوشنبه در واقع مقام معظم رهبری موقع میومدند عنوان پیشنماز در واقع در دانشگاه تهران، روزهای دوشنبه ایشون با دانشگاه و دانشجو صحبت میکردن. کاملا یادمه و اتفاقا اون روزهای دوشنبه مسجد دانشگاه پر میشه، خیلی استقبال میکرد از در واقع حضور ایشون و ارتباط میگرفتن. اینو من کاملا حداقل میخوام بگم شاید تو اون طول یک سال شاید بیش از 10 بار خودم با چشم خودم دیدم که ایشون حتی به پرده ای که وسط بین خانم ها و آقایون بود اعتراض داشت. یادته؟ بله، به پرده ای که شما اصلا شاید تو ذهنتون عجیب باشه تو مجموعه. یعنی وقتی که ایشون می‌خواستن صحبت کنن بعد از نماز که معمولا پرده جدا کننده خانم و آقایون بود، حالا یک شما دانشگاه تهران نماز من شد تشریف ببرید، این پرده فکر کنم هنوز هم باشه تو اون مقطع، این پرده سبزی بود به ارتفاع 2 متر برای نماز کشیده بودن. بله کشیده میشد تو مساجد هم مرسوم، حتی برای نماز هم اشکال نداره، طبقه اول معمولا طبقه دوم گذاشتن این کار میشه. اما ایشون میگفت که من وقتی میخوام سخن بگم باید بتونم با مخاطبم ارتباط بگیرم و نمیشه که مثلا خانم پشت پرده باشه من حرف بزنم. موقعی که در واقع نماز تمام شد این پرده عرضم بزرگتون برداشته میشد یا کوتاه میشد به گونه ای که در واقع ایشون وقتی سخن میگه بتونه خانم ها رو ببینه که باشون صحبت بکنه. و یادم میاد در نماز جمعه که ایشون در واقع بعداً ایشون از امروز مسئولیت گرفتن بعد از درگذشت آیت الله طالقانی و میخوندن، این خبر اونجا مطرح شد که یه عده قصد داشتن که تو دانشگاه تهران حصار چوبی بکشن به این، چون کلاس دانشگاه تهران خیلی بزرگ بود اون موقع. مثلا ما کلاس داشتیم تو دانشگاه حقوق ظرفیتش مثلا 200 نفر می اومد شکل می گرفت، برای کلاس های بزرگ مثلا حصار چوبی میخواستن بکشن و ایشون به جایی که مثلا بگه نکنید بشون اومد از تریبون نماز جمعه اونها رو خطاب قرار داد و خیلی محکم که این دارید چیکار میکنید، مگه دانشجو جای کشیدن حصاره؟ اینه هیچ ربطی این مباحث نه به دین داره. من اینجا در واقع جوانهای عزیز دارم، یا ما رمضانه روزه ایم، پیرایه هاییست که به دین دارن میبندن، هیچ ربطی نه به دین داره نه به شهر داره نه به اسلام داره نه به هیچ چیز دیگه داره. و در واقع این یک ذهن بیمار فقط میتونه بیاد در واقع مباحث اینجوری در واقع بذاره و اینم در واقع نسبت بده به چیزی که واقعا هیچ نسبتی با اسلام و در واقع شرع انورم نداره در مجموع.
ورودشگاه مشهد این اتفاقات برای خانم افتاد، شما از عملکرد دولت رو بررسی کردید و فکر می‌کنید عمل... من چون ورود پیدا نکردم نمی‌تونم نظر بدم. رئیس جمهور به وزیر کشور دستور دادن که موضوع بررسی بشه. بعد اومدن که اول گفتن که 4000 بلیت به خانم‌ها فروخته شده غیرقانونی بوده. الان بعد از به نظرم تنها چیزی که نشده بررسیه. الان بعد از تقریبا 2 هفته هیچ اتفاقی نیفتاده. به نظرم هیچ بررسی نشد. یا شده نمیخوام بیان کنم. چه پیامی داره برای جامعه؟ نمیدونم، بررسی زمانی بررسی اهمیت داره که نتیجه داشته. وقتی نتیجه نداره پس بررسی نشده. چه پیامی برای جامعه داره؟ بله؟ چه پیامی برای جامعه داره؟ گفتم یه پازله دیگه، یه پازل نافرمانیه. بالاخره یک سری دارن با ناهماهنگی با هم به این نشون میده با هم هماهنگ نیستن دیگه. وقتی وزیر کشور یه چیز میگه، وزیر ورزش یه چیز میگه، مدیر کل ورزش استان یه چیز میگه، امام جمعه یه چیز میگه، استاندار چیز دیگه میگه، این یعنی چی؟ یعنی مدیریت جزیره‌ای. در مدیریت جزیره‌ای هر کس کار خودشو داره میکنه دیگه. یعنی نتیجه جز افتراق که نداره که. و جز آبروریزی برای مملکت. ببینید مدیریت مگه میشه یک بازی ملی انجام بشه همه با هم هماهنگ نباشن؟ توجه کردی؟ مثلا چرا اصفهان نه، چرا مشهد، چرا کیش نه؟ مثلا مثال دارم میزنم، همه جا زمین فوتبال داره دیگه، همه هم استاندارد الحمدلله. الان زمین های استانداردمون خیلی بیش از 7-8 زمین استاندارد ما داریم که میتونن بازی بین‌المللی اجرا بکنن. خب چرا مشهد؟ مثلا اینا همه گفتن پازله، یه پازلیه که دارن توش بازی میکنن و تهمونده این پازل نافرمانی مردم. من میگم مثلا قانونی اومدید تصویب کرده شورای امنیت که نرن، شورای امنیت تصویب کرده قانون دیگه، شورای امنیت تصویب کرده نرن، خب نرن دیگه، ولی همتون بگید نرن، نه که نصف بگن برن نصف بگن نرن، یکی بلیط بفروشه یکی گاز اشکاور بزنه، نمیشه که. فقط این پارک ها نیست که دارن روش کار میکنن صدای مردم در بیارن، تو استادیوم ها هست، تو اقتصاد هست، تو فرهنگ هست، نمیدونم تو مسائل اجتماعی هست، تو مسائل معلولین هست، تو مسائل تامین اجتماعی هست، تو زمینه‌های کارگری هست، دارن زمینه‌های نافرمانی مدنی رو ایجاد میکنن، مردم دارن ناامید میکنن. ما باید یه کار کنیم که مردم امیدوار بشن، یعنی امیدوار شدن مردم به نفع ماست. در واقع ایشون اگه مردم یکی داره نارضایتی ایجاد میکنن، مردم ما حذف کنیم بگیم که فقط این چیزی که ما میگیم اجرا بکنید، مردم ما رو میارن پایین، مردم ساکت نمیشونن که. هر کار میکنیم بخواه بکنیم مشکلات مردم رو کم بکنیم، یعنی هر چی ما بتونیم مشکلات مردم رو کنیم به ثواب نزدیکتریم، تا اینکه بیایم طرحهای شب خوابیدیم صبح بلند شیم طرح بریم. مجموعه از در دوستانی که امروز در این جایگاه قرار گرفتن، نوع نگاهشون و نوع عملکردشون خیلی دغدغه‌هاشون با دغدغه‌های عموم جامعه به نظر میرسه که همساز نیست و فاصله جدی داره، و به همین دلیل که اصلا شما خیلی فاصله جدی بین مسئله مردم مثلا در مجلس با مسئله مردم تو کف خیابون و بازار میبینید، مسئله مردم در شعار شهر با مسئله مردم در زمانی که تو کوچه در بازار هست میبینید، تو مجموعه این فاصله جدی پیدا میکنه.